ها غم های کوچیکشونو به زبون میارن، ولی غم های بزرگشونو نه. از وقتی تو رو فرستادم کنار مادرم خیلی تنها و بیکس شدم بابا. خودت اینو خواستی، من میرم تا شما تو بهشت به آرامش برسید. الان میخوام برای همیشه برم استانبول، اینجوری برام بهتره. تیار جون، باید میرفتی تا ایسکا دنبالش. اون دختره از ایسکا تا اینجا چجوری بیاد؟ نه خونه رو بلده، نه استانبولو. باید میرفتی و میآوردیش اینجا. همین که میذاریم اینجا باشه کفایت نمیکنه؟ نکنه دلت میخواد برای کسی که به زور خودش بیاد اینجا یه مراسم بگیریم ها؟ باید بعد از اینکه باباش مرد با ما میومد. تیار، خب منتظر روز هفته باباش بود، میخواستی چیکار کنه؟ ببین اون به جز ما کسی رو نداره، مگه میشه دوست نداشته باشه بیاد اینجا؟ منو ببین، نمیخواد انقدر از اون تعریف کنی. یه وقت نشه که اون دختر مردمو بیار اینجا روشون آیم از سوار کنی ها؟ این چه حرفیه که میزنی تیار؟ یعنی چی دختر مردم؟ اون برادرزادمه. بس دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. این حرفا بهت نمیاد. کارت به جایی رسیده که جواب منو میدی؟ خیلی زبون دراز شدی. میخوای با کشمت؟ میکشمت همینجا، خلاصه میکنم. ببینم اینجا چه خبره. آیتون خانم، سرم گیج رفت و افتادم، الان جمعشون میکنم. ماشین ایگتو آماده کن آقا تیار. رو چشم آیتون خانم، همین الان اتاعت میشه. ببین حفیظه، اون دختره رو روشونه های من سوار نمی کنی. باید خدا رو شکر کنه که میذاریم اینجا زندگی کنه. فهمیدی؟ ببخشید، تا مزرعه کوزان خیلی مونده. دو ایسکایی هست که رد شدیم خانم. خودی من، پس چرا به هم نگفتی؟ من پیاده میشم. آدم که بمیره دستش از دنیا کوتاه میشه. این چه جور کینه یه شطوریه که داری؟ هنوزم میگه دختر مردم. اون امانت برادرمه، پس کجا بره دختره بیچاره؟ دخترم، من میخوام میزو جمع کنم. تو صبحونتو خوردی؟ آره من خوردم. ایلماز، حرفای پدرتو جدی نگیر. تو نباید بذاری دختر دایید خودشو تنها احساس کنه. مامان، اول صبحی باز شروع کردی. امروز با آقای گید یه جلسه مهم دارم. بذار به کارم برسم، من باید برم، وقت ندارم. ببین داره چی کار میکنه این آقایی گید، اصلا حواسش به خودش نیست. خب به ما چه مامان؟ داداش خوابم یا بیدار؟ چقدر خوشگله این دختر. کجا میری دختر؟ بیا بالا. خیلی خوشگله. هی کجا میری خوشگله؟ بیا بالا. نمیای بریم؟ نکنه راهو گم کردیم. ببینم از ما خوشت نمیاد. برین گمشی. داداش این اعصابش خیلی خرابه. گفتم برین گمشین عوضی ها. اگه گم نشیم چی کار میکنی؟ بذار حالشو بگیرم داداش، تو فقط بشین و تماشا کن. به
اینجا دختر اینجا بینم خوشگله. بودا داداش فرار کرد. بودا کجا خوشگله؟ کجا کجا میری؟ بقل عمویی بیا کجا کمک کنه؟ خیلی ترسیدم. بندازش زمین ضعیفه. بندازی که خوشگله. گفتم نیا این جلو. دورتون به یه دختر رسیده. برو سانان عوضی. چته؟ داداش بیا در ریم. این یکی کوزانه. دارن فرار میکنن. دارن فرار میکنن. خواهش میکنم به پلیس زنگ بزن. میخوام ازشون شکایت کنم. فهمیدم. قهرمان بازیت همینقدر بود. چرا گذاشتی فرار کنن؟ اینجا کجاست که من اومدم؟ شما کی هستی؟ تو همینطوری تشکر میکنی؟ با اون دوستای احمق دست توی کاسه هست میخوای تشکرم کنم؟ گفتی با دوستام؟ به نظرم دیوونه شدی دختر جون. دیوونه شدم؟ من دیوونه شدم؟ همین چند دقیقه قبل تو این جنگل دوتا آدم وحشی به هم حمله کردن. بعدش هم رئیس اون وحشی ها اجازه داد فرار کنن. اما بعدش به من میگی دیوونه شدم. آره؟ من رئیس اون وحشیام؟ اون وحشی ها دوستای منن؟ تقصیر خودمو که میخواستم کمکت کنم. آره، شما استانبولی راهی مختلفی برای کمک کردن دارید. شما از هر جایی که هستین آدم خیلی جالبی نیستین. بیا بریم. نه یا جلو. هر کاری که میخوای بکن. ولی معلومه که گم شدی. کجا میخوای بری؟ به تو ربطی نداره. دارم سعی میکنم بهت کمک کنم. من به کمک تو نیاز ندارم. لجبازی نکن دختر. ببین اینجا یه منطقه جلو نیا. گیر عجب آدمی افتادی ما. گفتم جلو نیا. ببین از اینجا نه هیچ تاکسی و نه هیچ ماشینی رد نمیشه. تو جاده میمونی. چند کیلومتر پایین تر چند تا رستوران هست که اگه پیادهم بخوای بری تا فردا صبحم نمیرسی دختر جون. به تو هیچ ربطی نداره. تو چرا انقدر لجبازی؟ ببین بازم میپرسم کجا میری؟ میخوام برم مزرعه لعنتی کوزان. فهمیدی؟ این مسیر اشتباهه. راهی که میری درست نیست. کسی از تو آدرس خواست؟ لجبازی نکن. سوار شو که برسونمت. از جون من چی میخوای؟ بهت گفتم به کمکت نیاز ندارم. برو پی کارت. اینجوری نمیتونی مزرعه رو پیدا کنی. بیا بالا. بکنم حرف آدم حالیت نمیشه. چند بار بگم کمک نمیخوام. لازم نکرده. بیا بالا دختر لجباز. داری چی کار میکنی احمق؟ بلم کن ماشینو نگه دار. دارم بهت میگم ماشینو نگه دار. دیمونه خودمو میدازم پایین. میخوام ببرمت به اون مزرعه لعنتی کوزان. تو یه دیمونه ای. ماشینو نگه دار عوضی. چرا دست از سرم بر نمیداری؟ مگه چری؟ نوشه جونتون. دیگه چیزی نمیخواین براتون بیارم؟ نه خیلی ممنون خانم. واسه رئیس کوچیک کوفته درست کنم یا سمبوسه؟ از صبح تا حالا داره میگه کوفته میخوام. کوفته واسه شما آماده کن. سمبوسه رو نمیخوره، دوست نداره. باشه. اینجا کجاست که من آوردی؟ حفیظه چی شده؟ ماشین آقا ایگیته. یه نفرم باهاشه. با تو هم دیمونه. مگه چری؟ اینجا کجاست؟
برای من، اون نوره. ببینم حفیظه چی شده. دیوونه، ازت شکایت میکنم، حالا میبینی اینجا کجاست که من آوردی. عمه، ایلماز، به مزرعه لعنتی کوزان خوش اومدی. دخترم تو چجوری اومدی؟ خوش اومدی عزیزم. ایگت موضوع چیه؟ چیزی نیست خاله. راستی ایلماز، دختر داییت اومده، امروز مرخصی. اما آقا ایگت، امروز جلسه داریم، شب که اومدم نورو میبینم. نور؟ خیلی خوب، امروز مرخصی. ها، راستی آقا تیار، بفرمایید. چمدون این خانوم تو راه مزرعه مونده، بگو بیارن. رو چشم، یه نفر میفرستن. از صبح تا حالا چشم به راهت بودم، چه جوری اومدی تا اینجا؟ اگه صد سالم فکر کنم نمیتونم باور کنم که با ماشین آقایگیت اومدی اینجا. عمه، یکیت کوزانی که همیشه انقدر ازش تعریف میکردی همین یاری دیوونه بود؟ خیلی بیشخصیته. ساکت باش، به ارباب این خونه میگی بیشخصیت؟ آقای گیت رئیس اینجاست. دیگه این حرفا رو ازت نشنوم. عمه خیلی ممنون. من الان چجوری تو صورت آیتن خانم نگاه کنم؟ باشه دخترم، تو برو استراحت کن، بعدن میبینمت. آی دختر خوشگلم، بیا بغلم. شنیدید داداشم چی گفت؟ مزرعه کوزان لعنتی. خیلی دختر زرنگیه، اما خوش تیپه، خوش اندام، خوش لباس. به احترام زحمات چندین سالشون کار خوبی کردین که اجازه دادین، ولی حواستون باشه پشیمون نشین. آیتن اینجا مزرعه کوزانه، هر کسی باید حد و حدود خودشو بشناسه، اونم کم کم میفهمه. دخترم حواست باشه، آیتن خانمو ناراحت نکنی. اون خانم این خونه است و خاله آقای گیته، به جای مادر نداشتشه. و هم چی؟ مهم نیست، تو فقط باید با ادب باشی دخترم. آیتن خانم، نور برادرزادمه، ببخشید وقتی که اومد یکم سر و صدا شد، الان اومده میخواد دستتونو ببوسه و معذرت بخواد. برو دخترم. نیازی نیست، خوش اومدی. خیلی ممنون. حفیظه، یه دست لباس درست به این دختر بده تنش کنه، نباید اینجوری با این سر و وضع جلوی ما بچرخه. ببخشید آیتن خانم، دکمه یه لباسم تو کش و قوس با خواهرزادتون کنده شد. دخترم چرا زبون درازی میکنی؟ بهت چی گفته بودم؟ میخوای برامون درد سر درست کنی؟ بیخیال، بریم آشپزخونه. به نظر میاد حالت خیلی خوبه. همینطوره، ولی دیرم شده، باید زودتر برم. فکر کنم سرت خیلی شلوغه، واسه شام منتظرت باشیم؟ نه منتظر نباشین، شب دیر میام. همه یه روز تو شرکتی؟ بله. ایگت، میخواستم بگم اگه وقت داشته باشی یه سر بریم ملاقات مادر مرد. مرد کجاست؟ تو اتاقشه، تنبیه شده.
این بچه با این سن کم نباید سر به هوا باشه. 6 ماهه که از مدرسه واسش مرخصی گرفتی. چون مدرسه نمیره خیلی سر به هوا شده. هر روزم یه دردسر تازه درست میکنه. هیچ وقت نباید نازشو بکشی. به خاطر اینکه هر کاری بکنه چیزی بهش نمیگی. درسته. من باهاش حرف میزنم. خوبه. گفتم که من نمیخوام برم مدرسه. من نمیخوام برم مدرسه. مرت؟ مرت! ای خدا از دست تو! چی شده؟ چه خبره؟ بابا تو اینجایی؟ بله من نرفتم. چی شده پسرم؟ میخواستی چی بشه؟ شاهزادت نزدیک بود منو به کشتن بده. پس اینطوریه. پسر عزیزم فکر کنم از دست تنبیه‌های مامان بزرگت خسته شدی. من که خسته شدم تو چی؟ منم خسته شدم بابا. آفرین پس تو هم خسته شدی. ولی خودتو عوض نمی کنی. بیا اینجا. ببین پسرم نباید بی‌ادب باشی باشه؟ از دستت ناراحت میشم. نمیخوام ناراحت باشی بابا. این کارو میکنم که مامانم ناراحت بشه. میخوام بیاد پیشم. من که میدونم نمرده. این حرفو نزن مرد. ببین منو ببین. بازیگوشی نمی کنی باشه؟ باید بچه خوبی باشی. این حرفا رو هم دیگه نزن. قول مردونه میدی؟ قول مردونه. آفرین. بابا صبر کن نقاشیمو ندیدی؟ ببین اینی که اینجاست توی این فرشته خوشگلم مامانمه که دوتا بال بزرگ و خوشگل داره. بال زده و اومده پیش ما. قول مردونه داری یادت نره باشه؟ اونجا یه چشمه هست میبینی؟ اون طرف هم یه طویل هست. خلاصه این که اینجا فقط گاو و گوسفند نیست. اینجا یه ویلا هست. خیلی خوشگله. مثل روستای خودمونه. اگه بابام اینجا بود مطمئنن خوشش میمد. آره دقیقا مثل روستای خودمونه. اینجا استانبوله. ولی یکم از شهر دوره. آخر هفته به سلامتی میبرمت استانبول واقعی رو نشونت میدم. اگه مثل مامانم عاشق این مزرعه بشی احساس نمی‌کنی که تو استانبولی عزیزم. فکر کنم از اینجا خوشت نمیاد. راستش اگه آقای گید اینجا نبود خیلی خسته کن میشد. میدونی من پیش اون کار میکنم. شرکت کوزان. تو یه مرکز تجارتی بزرگ. دقیقا تو مرکز لیونت. یعنی قلب مدنی. نیازی نیست من خودم میرم. خیلی چشم سفیده. فکر کنم ازش دلخوری. کار کردن با همچین آدمی کار سختیه. راستش نمیتونم بگم آدم آرومیه. ولی بزرگترین شانس زندگی منه. تنها شانس هم کار کردن با آقای گیده. انسان فوق‌العاده. کاملا یه آدم خودخواه و پول دوست به نظر میاد. فکر نکنه اون از انسانیه که خوش شانس به دنیا اومده. اون شانس خودش به دست آورده. شب و روز زحمت کشیده و آروم آروم به تنهایی به اینجا رسیده. از هیچ کسی کمک نخواسته. توی شهر بزرگ مثل استانبول بدون پدر و مادر بزرگ شده. خدا میدونه که ثروتی که الان داره با زحماتی که کشیده خیلی ناچیزه. ایگیت آدم خیلی بزرگیه. خیلی بزرگ. آدم وقتی که تا این حد بزرگ میشه باید هم همینطور خشن باشه. باطنش یه جوره و ظاهرش یه جوره دیگه. جدی و قاطع. حتی همون جوری که تو میگی بعضی وقتا. خودخواه ولی باطن آرومی داره. اما رفتارش با بچه ها خیلی فرق داره. بچه هم داره. بیچاره زنش. زنش همون موفرفری هست. نه بابا این چه حرفیه. آقای گید یه برادر داره به نام جاهد. زن اونه. دخترم غیبت کردن رو بس کنی.
نور دخترم، تو خیلی خسته‌ای، برو یه دوش بگیر، بعدش هم استراحت کن. تو هم که سر کار نمیری، برو لباساتو عوض کن، یکم به من کمک کن. عمه جون، من بهت کمک میکنم. نه دخترم، تو خیلی خسته‌ای، برو استراحت باشه. کن. باشه. ببینم چی داشتی بهش میگفتی، هی فسفس میکردی، هی میگی آقای گید حالت خوبه؟ ایلماز گوش کن ببینم، خدا نکنه چیزی بهش گفته باشی. مامان ولم کن دیگه، بیخیال، مگه من دیوونم چیزی بگم؟ ببین دخترم، برامون درد سر درست نکن، به خدا اگه آقای گید شک کنه هممونو از این خونه میندازه بیرون. ای بابا، یعنی من این همه مدت نمیدونم چی رو باید بگم و چی رو نگم؟ من از همتون اینو بهتر درک میکنم که آقای گید رو چه چیزایی حساسه. عجب آدمایی هستی. آه دخترم، تو خیلی خسته بودی، میذاشتی ایلماز این کارو میکرد. مگه تا حالا خستگیش در نرفت که حفیظه؟ اینجا که هتل نیست، بخواد زود بخوابه و دیر بیدار بشه، از فردا صبح تو آشپزخونه بهت کمک کنه. با آیتن خانم صحبت کن، بگو تو آشپزخونه کمکمه. عمم هر وقت بخواد من بهش کمک میکنم. عمه نیازی نیست به آیتن خانم چیزی بگی، من خودم یه کاری پیدا میکنم. میخواد کار پیدا کنه دختر جون، اینجا استانبول نهادانا، اینجا باید پولو از دهن شیر بکشه بیرون، فهمیدی؟ تازه کاش که تحصیلات عالی میداشتی. آها، اگه برنامه دیگه ای داری نمیدونم، به خاطر این که اینجا کار پیدا کردن خیلی ساده نیست. نکنه میخوای از جوانی یا خوشگلی استفاده کنی پول در بیاری؟ تصمیم با خودت. ای بابا لعنت به شیطون، این چه حرفیه که میزنی تیار؟ من آدم رو راستیم، دلتو به این چیزا خوش نکن، برام هم درد سر درست نکن. ببین دختر جون، اگر رو حساب خوشگلی خودت حساب باز کردی اومدی اینجا، حساب منو تو از هم جداستم. من به خوشگلی خودم نه، به عقل خودم ایمان دارم. شوهرم به تو نگران نباش. راستی نور، قضیه دانشگاه چی شد؟ اول باید یه کاری برای خودم پیدا کنم که بتونم از پس مخارج دانشگاه بر بیام، بعدش انشالله امتحان کنکور میدم. در آینده برای خودت یه خونم میخریم. انشالله خونم میخرم، نمیخوام سربار شما باشم. اون پدرت با اون همه مال و منالش رفت زیر خاک، تازه دخترشم اومده خونه تیارینا که هیچ وقت ازش خوشش نمیومد. نوشه جان، من میرم بیرون. بسه دیگه مرد، لطفاً غذا تو بخور. گشنم نیست، بابام هنوز نیومده، امشب گرسنه میمونه. آخه چرا گرسنه بمونه؟ حتماً غذاشو میخوره. بابات به خاطر تو کار میکنه. من که همه چیز دارم، آخه برای چی کار میکنه؟ تو میدونی چرا همه چی داری؟ به خاطر اینکه بابات داره کار میکنه.
وقتی کار کنه میتونه همه چیز بخره؟ البته که میتونه. اگه میتونه پس چرا مامانم رو از بهشت نمیاره عمه؟ عمه جون پس بیا بریم دندوناتو مسواک بزن و بخوابیم باشه عزیز دلم. بیا بریم خوشگلم. با این وضعیت نمیتونیم این بچه رو بفرستیم مدرسه. ایگیت مجبوره دوباره براش مرخصی بگیره. این چرت و پرتا چیه داری میگی نازان؟ فکر کنم شما درست متوجه نشدین آیتن خانم. مرت هنوزم چشم به راه اومدن مامانشه و تا وقتم که اینجوری باشه ایگیت هم جرعت نداره اونو بفرسته مدرسه. اینجوری بالاخره یه مشکلی پیش میاد. یا چه بدونم اگه کسی چیزی به این بچه بگه و از حقیقت با خبر بشه. نازان این موضوع به تو ربطی نداره، تو نمیخواد دخالت کنی. ایگیت که تا صبح تو شرکت نمیمونه. وقتی از شرکت میومدی باهاش حرف زدی جاهد؟ میخواستم باهاش حرف بزنم ولی تو اتاقش نبود. خب میخواستی بهش زنگ بزنی؟ تو اصلا این موضوع رو جدی نمیگیری جاهد. نکنه داداش کوچیکت حوصله دیدن تو نداره؟ نخواستم مزاحمش بشم نازم. شبا اینجا هوا خیلی سرده. سرما نخوری. راستی من ایگیتم. اسم تو میدونم. اوه چه عجب، به جای دیوونه یه احمق اسممو میدونی. منم میدونم اسم چیه ولی هنوز آشنا نشدیم، درسته؟ فکر کنم تو ماشین با هم آشنا شدیم. اسم من نوره. بهتره بری داخل. هوا سرده، مریض میشه. شب بخیر. شب بخیر.
جاهد. تو باید مثل یه برادر بزرگ باهاش رفتار کنی. برای رفتن به اتاقش نباید ازش اجازه بگیری، نباید بهش زنگ بزنی، باید کاری کنی که رو حرفت حرف نزنه جاهد. مرد کجاست؟ اینجا نیست؟ مگه تو اتاقش نبود داداش؟ خاله، نمیدونی مرد کجا رفته؟ یارن میگه تو اتاقش بوده، پس کجاست؟ ایگه چی شده؟ مرد تو اتاقش نیست، تو ندیدیش؟ چی شده؟ میگم نکنه رفته؟ حتما رفته پشت بوم، بریم. لطفاً آروم باش. چجوری آروم باشم؟ ولم کن. تیار، تیار. داداش خواهش میکنم. ولم کن گفتم. این همه آدم توی این خونه است ولی مواظب یه بچه نمیتونین باشین. خیلی وقته که این کارو میکنه. من بهت گفتم باید تو اتاقش زندانیش کنیم. دیدی؟ دیدی به حرفم گوش ندادی؟ مرد! مرد! تو چطوری رفتی اون بالا؟ نه ترس باشه. من دارم میام. آروم باش. مامان! صبر کن. همونجا وایستا عزیزم. من مامانم رو میخوام. بیا بیا پیش من، بیا. مرد، مرد، داداش، داداش بیا اینجا. کجاست مرد؟ اون بالا چی کار میکنی؟ اگه بابام بیاد منو میاره پایین. آروم باش بابا جونش، ما الان میایم پایین. همین الان میام، از جا تکون نخوری. من اصلا نمیترسم، الان مامانم میاد پیشم، اصلا نمیترسم. از جا تکون نخور، من میام. زود باش مرد، زود باش، دستتو بده بیا بریم پایین. من نمیام، من فقط دست مامانم رو میگیرم. بیا بریم. مرد! خیلی خوب، چیزی نیست، چیزی نیست، بیا دیگه، بیا. الان میریم پایین. مرد بیا اینجا. تو همونجا بمون، ما الان میایم پایین. باشه، برش با من. بیا اینجا، بیا، بیا اینجا، بیا پسرم، بیا. تو میدونی داری چی کار میکنی ها؟ میدونی داری چی کار میکنی؟ دیگه این کارو تو تکرار نمیکنی. فهمیدی چی گفتم؟ تکرار نمیکنی. میکنم میکنم، تا وقتی مامانم نیاد میکنم. مامانت نمیاد، فهمیدی چی گفتم؟ مامانت هیچ وقت دیگه نمیاد. داری دروغ میگی، مامانم میاد. خودت به هم گفتی مامان رفته بهشت و برمیگرده پیشمون. مامانت دیگه نمیاد. بس دیگه، با بچه اینطوری حرف نزن. بیا بریم عزیزم، بریم. از اتاقش نمیاد بیرون. شنیدین که چی گفتم؟ از اتاقش دیگه نمیاد بیرون. بگید خواهش میکنم. داداش لطفاً، لطفاً. این نردبون اینجا چی کار میکنه ها؟ کی این آورده اینجا؟ میخواستیم شاخه ها رو قطع کنیم. دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. زود باش برو عره برقی رو بیار، همین الان. رو چشم، همین الان. نور، نور، میام عمه، بذار یکم آروم بشم. دلش برای مامانش تنگ شده، چرا درکش نمیکنی؟ تایا، این عره برقی چی شد؟ اومدم آقا، بفرمایید. میخوای چیکار کنی؟ دیوونه شدی؟
لطفاً برو کنار. بچه تو تنبیه کردی بس نیست. حالا میخوای این درخت رو قطع کنی؟ گفتم برو کنار. تو دخالت نکن. با این کارا ترسش از بین نمیره. تو اتاق زندانیش کردی. چی شد؟ ترسش از بین رفت؟ تو از چی میترسی؟ از واقعیت؟ به جای اینکه اونو درکش کنی فقط بلدی تنبیهش کنی. با این کارا به جایی نمیرسی. امشب مرت رو تو خواب ببینم. وقتی رو درخت بود و ستاره ها رو نگاه میکرد و همش میگفت مامان، همش جلو چشمامه. چه اتفاقی برای مامانش افتاده؟ تصادف کرده. 3 سالی میشه. دلش برای مادرش تنگ شده. فکر کنم مردنش رو هنوز قبول نکرده. فکر میکنه دوباره میاد. خیلی دلم براش سوخت. خیلی زیاد. اجلال چرا نمیفهمی؟ چرا نمیخوای بفهمی؟ نمیشه دیگه، نمیشه. اینو خیلی خوب میدونی که همه چیز چجوری شروع شد. در ضمن همه چی از اول اشتباه بود. خودت میدونی همه چی سر خالم بود. اجلال همه چی از اول اشتباه بود. ایگیت من تو رو خیلی دوست دارم. اجلال منو دوست داری درسته. پس چرا هر روز برامون مثل جهنم شروع میشه؟ پس چرا هر روز ما دعوا داریم؟ چرا هر روز با هم بحث میکنیم؟ ببین اجلال، من میخوام ازت جدا بشم. فهمیدی؟ من میخوام طلاقت بدم. تو میخوای منو طلاق بدی؟ آره. میخوای بدون من زندگی کنی؟ آره. اما برای من زندگی بدون تو هیچه. تو که نباشی زندگی هم نیست. اجلال چیکار میکنی؟ اجلال چیکار میکنی؟ اجلال خانم همین الان هم میتونه چشمای خودش رو باز کنه. البته سالهای بعد هم این امکان وجود داره. خب ممکنه اصلا به هوش هم نیاد. 3 ساله. 3 ساله که داریم این حرف رو تکرار میکنی. مادر بچه هم کی به هوش میاد؟ چه زمانی؟ ما اینو نمیتونیم بگیم. امکان داره خانمتون سالها تو کما باشه. همه ما تو زندگی یه زخمی داریم، بزرگ، کوچیک، عمیق. همه ما برای خودمون یه زخم کاری داریم. یه وقتایی بعضی زخم‌ها خودشون خوب میشن، بعضی‌هاش اصلاً قابل دیدن نیستن، حتی حسم نمیشه. اما بعضی‌هاش اگه اثرش هم بمونه، خونریزیش ادامه پیدا میکنه. یه وقتایی هیچ دردی براشون پیدا نمیشه. حتی نمیتونیم ببینیمشون. همیشه یه گوشه قلبمون هست. یگیت کوزان متکبر، حساس و یه آدم بیرحمه. تو قلبش یه زخم داره مثل من. به خاطر تو پسرم. الان میام بابا.
مرت عزیزم، کجا داری میری؟ پسرم آروم بیا نیفتی، مواظب باش، حواست باشه که نیفتی پسرم. بیا. آفرین به مرد کوچولی من. بابا این رو به خاطر من درست کردی؟ البته که به خاطر توست. زود باش بیا. داد که نمیزنی؟ نه پسرم چرا داد بزنم، بیا بالا. اما دیشب ناراحت بودی از من. الان ناراحت نیستم. بیا بالا، بیا 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 بیا. آفرین پسر سوپرمن من.